وقتی عوض کنیاک بشه، اولین کوکتلی که به ذهن همین میرسه همینه. بریم که درست بکنیم. عطرش کوکتل رو اولین بار توی حوالی سالهای جنگ جهانی اول درست کردن. دقیق کسی نمیدونه اولین بار توی پاریس درست شده یا توی لندن. بریم که این کوکتل خوشتم رو درست بکنیم. شروع میکنیم با کنیاک. من جای کنیاک وی اس او پی دارم. شیش سیل نیاز داریم. بعد از کنیاک فرانسوی ما نیاز داریم به لیکور پرتقال فرانسوی. از این فقط 3 سیل. و در آخر 3 سیل آب لیموی تازه. اگر که از آب لیموی تازه استفاده نمی کنید کار خیلی بدی می کنید. خیلی مهمه آب لیموی تازه. یخ توی شیکر و میریم که شیک بکنیم. مثل همیشه یک طرف صاف، یک طرف کج و با قدرت. وقتی که اینجوری یخ بس بدن شیکرتون یعنی که کوکتل آماده است. برای باز کردن شیکر انگوش اشارتون رو بذارید پشت این سمتی که صافه، از سمت مخالف ضربه بزنید و با انگوش فشار بدید. به همین سادگی باز میشه. اینو خالی میکنیم و دابل استرین. نمیخوایم هیچ یخی توی کوکتلمون باشه. برای گارنیشش هم یه تیکه پوست پرتقال. چون لیکور پرتقال داره میخواییم عطر پرتقال خوب توش حس بشه، پس این پوستش رو یه ذره اینجوری این روغناش رو میدیم که این شما و این هم سایدکار. عطرش که عالیه، عطر پرتقالش به خوبی حس میشه. اولین چیزی که حس میکنید عطر و طعم قالب کنیاکه. بعد ترشی لیمو رو میگیرید و در نهایت اون عطر خوش پرتقاله که میمونه توی دهنتون. هیچ چیز شیرین کننده ای نزدیم بهش. لیکور پرتقال کمی شیرینه ولی نه در اون حد. به خاطر همین کوکتلمون رو کوکتل ترشی میکنه. سایدکار کلن به این ترشی لیموش و مرکباتی بودنش معروفه. عطرش خیلی خوبه. اگر که کنیاک دوست دارید حتما عاشق این کوکتل میشید، امتحانش کنید. یادتون نره که مصرف بی‌رویه نوشیدنی الکلی جدا برای سلامتی مضره. و تا دیگه مراقب خودتون باشید.